شاهنشاهان بزرگ و سرداران دلیر تاریخ ایران، به همه مردان و زنان ایرانی که پرچم پر افتخار این شاهنشاهی کهن را چون ودیعه‌ای مقدس از نسلی به نسل دیگر سپردند. درود من به رضا شاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مرد. امروز در 2535 نوروز شاهنشاهی ایران و در 50 نوروز شاهنشاهی پهلوی در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان روای آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی شناسیم. ما از میان ملت ایران برخواسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. 50 سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرماگرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است. 50 سال است که ایران ایران سازندگی و آفرینندگی است و اگر در این میان دوران فترتی این نهضت بزرگ ملی را متوقف ساخت، اکنون اون دوران شوم برای همیشه سپری شده است. امروز به یقین می دانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت و در کوتاه زمانی این ملت را در نخستین صفوف ملل سرفراز جهان جای خواهد داد. راهی که ما و شما دست در دست هم از روز تاریخی 3 اسفند تا به امروز پیموده ایم، راهی به راستی دراز و دشوار بوده است. بسیاری از شما در این مدت خود در کارهای کشور شرکت داشته اید و بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن که گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش ها و کوشش های طاقت فرسای سرزمان خاندان پهلوی با شبیه خون بیگانگان یک شبه در هم ریخت، زیرا خوشباوری ما در برابر روابط بین‌المللی و عدم آمادگی نظامی که الحق فرصتی نیز برای آن نبود، کار را بر شبیه خونگران آسان کرده بود. پس از آن در طول 12 سال این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمقان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد. بدین جهت با عنایت کامله پروردگار من و شما توانستیم به نیروی پیوند ناگسستنی و جاودانی خود این دوران غم‌انگیز را در پشت سر گذاریم و با انقلاب پیروزمندانه شاه و ملت از
عصری تازه را در تاریخ کهن این کشور آغاز کنیم، عصری که در آن ظلمت اهریمنی برای همیشه پایان یافته و جای خود را به فروغ یزدانی سپرده است.